اگه میخواید یه بامیه‌ای که احتیاج به تخم مرغ نداشته باشه رو برای عزیزانتون درست کنید، همین بامیه ترکیه که احتیاج به تخم مرغ نداره، خیلی سریع آماده میشه و بسیار ترت و شکننده هست. پس اگه شما عزیزان موافق باشید با هم میریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه بامیه ترکیه ترت و شکننده و خوشمزه. با من همراه باشید عزیزان. برای تهیه بامیه ترکی احتیاج داریم به آرد سمولینا 2 پیمانه، آرد سفید 1 پیمانه، روغن مایه 0.5 پیمانه، شیر ولرم 1 پیمانه، آب ولرم 1 پیمانه، پکینگ پادر 1 قاشق چای خوری و همچنین شکر 2 قاشق غذاخوری. با هم میریم سراغ طرز تهیه. در ابتدای کار میریم سراغ طرز تهیه شهد شربت این بامیه ترکی. 2 لیوان آب، 3 لیوان شکر، 2 و 3 لیوان شکر، 1 مقدار لازم زعفران آماده شده. این البته ذائقه‌ایه. شکر، آب و زعفران رو میذاریم روی شعله گاز، روی شعله ملایم، اجازه میدیم برای 20 دقیقه بجوشه. بعد از 20 دقیقه بهش 1 قاشق چای خوری آب لیمو اضافه میکنیم و 10 دقیقه دیگه اجازه میدیم باز بجوشه و شعله گاز رو خاموش میکنیم. با هم سراغ طرز تهیه این بامیه ترکی که خیلی راحت آماده میشه. آرد سمولینا داشتیم 2 پیمانه. آرد سمولینا رو به هیچ عنوان حذف نکنید. شما میتونید از قنادی ها آرد سمولینا رو تهیه کنید. آرد سفید 1 پیمانه. شکر 2 قاشق غذاخوری. بیکینگ پادر 1 قاشق چای خوری. همچنین روغن مایه 0.5 پیمانه که من از لیوان دستهدار فرانسوی استفاده کردم. آب ولرم 1 پیمانه. همچنین شیر ولرم که 1 پیمان هست. تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم یا با لیسک و یا با همزن دستی در حدی که تمام موادمون صاف و یک دست بشه. هنگامی که تمام مواد رو با هم مخلوط کردیم، من با یه لیسک چک میکنم ببینم تمام مواد صاف و یک دست شده و نباید هیچ گلوله ای از آرد در مواد بامیه ترکیمون وجود داشته باشه. وقتی در این حد صاف و یک دست بود، روی ظرف رو میپوشونیم و برای نیم ساعت به خمیر بامیه ترکیمون استراحت میدیم. با من همراه باشید. بعد از گذشت نیم ساعت که به خمیر بامیه ترکیمون استراحت دادیم، ببینید که خمیر باید در نهایت غلظتش به این اندازه باشه
گاز با لیسک مقدار خمیر رو زیر رو میکنیم و میریم خمیر باقلوای ترکیمون بریزیم داخل قیف. بعد ماسوره شکوفه ای استفاده میکنیم، قیف رو میذاریم توی لیوان. از خمیر بامیه ترکیمون به وسیله لیسک میریزیم داخل قیف. شما از ماسوره ساده هم میتونید استفاده کنید. هنگامی که خمیر بامیه ترکیمون رو درون قیف بذاریم با دست یه مقدار خمیر رو رو پایین فشار میدیم و میریم با هم این بامیه ترکیه ترد و لذیذ رو با هم توی روغن سرخ کنیم. با من همراه باشید. هنگامی که خمیر بامیه ترکیمون رو ریختیم درون قیف، توی مایتابه روغن میریزیم. روغن مایه احتیاج نداره خیلی زیاد روغن مایه بریزیم درون مایتابه، به اندازه ای که بتونیم بامیه رو در روغن سرخ کنیم، چون بامیه ترکی یک طرفش که سرخ شد برمیگردونیم و هر طرف دیگرش رو سرخ میکنیم. به خاطر همین احتیاج نداره در روغن قوطه‌ور باشه. در ابتدای کار حرارت گاز باید درجه بالا باشه و بعد از اون درجه حرارت گاز رو میاریم رو درجه متوسط، که هنگامی که خمیر بامیه ترکیمون رو درون روغن میریزیم کاملا سرخ و پوک بشه، سوختگی نگیره. من حرارت رو میذارم روی درجه متوسط و خمیر بامیه ترکیمون رو که درون قیف ریختم به هر اندازه که شما دوست دارید میتونید این بامیه ترکی رو درون روغن شکل بدید، یا به اندازه کوچیک یا به اندازه بزرگ. به این اندازه و در قسمت تحتانیشو به وسیله یه چاقو و یا یه قاشق یا هر چیزی از این جدا میکنیم. صبر و حوصله باید درجه حرارت شعله گازمون در این اندازه متوسط باشه. هر میزانی که مایتابه شما یا ظرفی که بامیه‌های ترکی رو درونش سرخ می‌کنید گنجایش داره، به همون میزان خمیر بامیه رو درون مایتابه شکل بدید. هم میتونید اندازه‌های کوچیک‌تر رو انتخاب کنید و یا اندازه بزرگتر. باید خمیر بامیه ترکی شما در این حد میزان
سفتی خمیر باشه که بتونید خیلی راحت از قیف به درون مایتابه بریزید. من مایتابم حدود 4 عدد بامیه گنجایش داره که من یه دونه دیگرم میریزم و منتظر میمونم تا بامیه ترکیمون سرخ و پوک و شکرنده بشه. بسیار لذیذ و خوشمزه هست، در این حال خیلی راحت آماده میشه و برای عزیزانی که ویگان هستن این بامیه ترکی گزینه مناسبیه چون احتیاج به تخم مرغ نداره. شهد شکرمونم که آموزشش رو براتون گذاشتم باید کاملا برای بامیه ترکی کاملا خنک باشه، چون اگه خنک نباشه در نهایت بامیه ترکی شما حالت خمیری به خودش میگیره. خیلی ملایم باید سرخ بشه که کاملا مغز پخت بشه. انگامی که یک طرف بامیه‌مون سرخ شد برمیگردونیم و منتظر میمونیم طرف دیگه بامیه هم کاملا سرخ بشه. هنگامی که دو طرف بامیه‌های ترکی مبینید صورت سرخ شد از روغن خارج میکنیم، یه مقدار اجازه میدیم روغن اضافی از بامیه‌مون جدا بشه و بعد از اون میریزیم درون شهد شکری که کاملا خنک شده، ولی بامیه‌مون باید داغ باشه. بذاریم درون شهد و اجازه میدیم که شهد به خورد بامیه‌مون بره. باید برای بامیه ترکی شهد تقریبا مثل عسل رقیق باشه. به این صورت حالت کاملا مشخصه که مغز پخت شده. من یه دونه کوچیکش هم درست میکنم که ببینید اندازه کوچیکش هم به این صورت میشه. این اندازه باید بامیه‌های ترکیمون کاملا سرخ بشه.
بذارم درون شهد. بامیه هایی رو که سرخ کردم درون شهد گذاشتم، بقیه بامیه ها رو به همین صورت سرخ میکنم و پایان کار رو با هم ببینیم. با من همراه باشید عزیزانم. پایان کار طرز تهیه بامیه ترکیمون همونطور که دیدید خیلی سریع آماده شد. نه احتیاج به تخم مرغ داشت و نه همچنین احتیاج داشت خمیرش رو بپزیم. خیلی سریع آماده شد. میتونید در نهایت بامیه ترکی رو با مقداری خلال پسته تزیین کنید. یا همچنین خلال بادوم هم بسیار با این بامیه ترکی خیلی خوشمزه و لذیذه. این در اندازه کوچیک بامیه ترکیمون، ببینید که خیلی ترت شکننده هست و حسابی خوش طعمه. اینم در اندازه بزرگش. تمام نکات و ریزه‌کاری‌هایی رو که در هنگام آموزش برای شما گفتم و به خوبی انجام بدید، در نهایت یه بامیه ترکی ترت و شکرنده و خوشتم و در آخر کار دارید که خیلی هم خوشمزه هست. امیدوارم شما هم این بامیه های ترکی رو در منزل تهیه کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. مثل همیشه کانال یوتیوب زندگی رنگین رو همچنان دنبال کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب حتما فراموش نشه. لطفا کانال یوتیوب زندگی رنگین رو به دوستای خودتونم معرفی کنید. منتظر آموزش بعدی من باشید که براتون طرز تهیه باسلوق خونگی رو برای شب یلدا براتون به اشتراک میذارم. تا آموزش بعدی دلتون شاد، لبتون خندون عزیزانم.